و زمانی که من اومدم اینجا به عنوان اشای ربانی میخوام به یاد بیارم کار مسیح رو اگر من با مسیح همراه بشم اون رو خوب میشناسم وقتی مسیح رو خوب میشناسم من به ارزش حقیقی خودم رسیدم انجیل یوحنا 3.16 میگه خدا انقدر جهان یعنی من و تو رو اونقدر دوست داشت چرا من رو دوست داشت به من و تو ارزش داده میگه انقدر ما رو دوست داشت که یگان پسر خودش رو یه دونه داشته فقط یه دونه داشته اون یه دونه رو داده برای من و شما ببینید من و شما چقدر برای خدا با ارزشی پس من درک درستی نسبت به ارزش پیدا خواهم کرد وقتی ارزش خودم رو متوجه میشم از چشم خدا هرگز در زمان سختی ها و مشکلات و در زمان وسوسه من بر خودم تکیه نمی کنم بر ترسام تکیه نخواهم کرد در زمان قدیم شاگردی رو میکنه به استاد خودش میگه استاد ارزش زندگی چیه ارزش من چیه این دنیا چقدر ارزش دارم استاد یه سنگ زیبایی بهش میده میگه این سنگ زیبا رو بردار بر توی بازار و قیمتش رو بگیر. وقتی که این شاگرد میره اونجا از مردم میپرسه آخرین قیمتی که میگیره به صد درهم بوده اما استاد گفته بوده هرگز نفروشش دوباره بر میگه میگه صد درهم مردم توی بازار خریدن میگه حالا تو رو میفرستم پیش عتیق فروش اون اطلاعاتش بیشتره از اون بپرس عتیق فروش وقتی نگاه میکنه هزار درهم قیمت میذاره برمیگردم میگه می این خیلی قیمت خوبی خرید هزار درهم گفت حالا من تو رو میفروستم به جواهر فروش که اون اطلاعاتش از از اونم بیشتره وقتی این بره اون جواهر فروش جواهر فروش ده هزار درهم قیمت میذاره می و اون بر می‌داره سنگ میاره میگه این ده هزار درهم قیمت گذاشت کاش که بهش میفروختم گفت نمیخوام اینو بفروشیم میخوام اینو بدونیم هر چقدر اطلاعات و آگاهیت نسبت به آنچه که داری بیشتر میشه ارزش تو بیشتر ارزش اون رو بیشتر میفهمی آیاش من و شما میدونید به عنوان فرزند خدا بعدیش خودتون بگید. ما فرزند خدا هستیم ما دیگه چی هستیم نور و نمک هستیم یعنی دلیل داره نور و نمک یعنی ضد فساد نور یعنی ضد تاریکی پس زندگی ما باید اینگونه عمل کنه من میل به این دارم کار خارقالاده روی این زمین انجام ندم من بهتره که مرده زنده نکنم من بهتر نباوت نکنم نمیگم نیست همه اینها هست خود من عطای زبانها دارم عطای نباوت دارم شما میدونی برای خیلی هم مریضا دعا کردم شفا گرفتن اما من فکر میکنم بهتره که من این عطایا رو نداشته باشم اما اعمال و رفتار نیکویی که خدا از من انتظار داره اونو داشته باشم تا مسیح رو در خودم نمایان و مسیح هم همین رو میخواد از این رو در انجیل متا هفت یک اعلام میکنه خیلی خداوند خداوند میگن خیلی معجزه میکنن ولی من اونا رو نمیشناسم چون دوباره دنبال مذهب رفتنه ما مذهبی نیستیم ما آزاد شدیم و هوشیار باشیم نسل آینده باید آزاد بشه چون اون کسی که این چیزها رو درک نمیکنه حقیقتا هست اما درک نمیکنه ما رو خرافاتی و مذهبی میبینه اگر اعمال نیکی در من نباشه هیچ سودی مسلم بدونیم که در اون نخواهد بود در اول قرنتیان 6 19 الی 20 اعلام میکنه پولس رسول آیا نمیدانید که بدن شما هیکل روح القدس است یعنی روح خدا در ماست ای به حج رفته کجایی کجایی معشوقه همین جاست بیایید بیایید معشوقه در خانه خداست در کلیستاست در این کلامه که ماهیت و هویت اصلی ما رو به ما معرفی میکنه ما فرزند خداییم ما شاهزاده هستیم ما نور و نمک هستیم ما کاهنین هستیم ما وارثین هستیم مبادا ببازیم در این دنیا و وقتی مردم به ما میگن ما باختیم اونها چه حالی دارن و اعلام میکنه آیا نمیدانید که بدن شما هیکل روح القدس است که در شماست که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید زیرا که به قیمتی خریده شده اید یوحنا 3:16 پس خدا را در بدن خود تمجید کنید مکه و اورشلیم و تمام